سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. با یه ویدیوی آموزشی دیگه از DLC بازی الدرینگ در خدمتتون هستم. تو این ویدیو قراره بهتون نحوه گرفتن تمام بربرینگ های بازی رو نشون بدم. در مجموع 10 تا بربرینگ در بازی وجود داره که با پیدا کردن و دادن هر یک از این بربرینگ ها به فروشنده که در منطقه رند تیبل هولد بازی هست، میتونید آیتمی که مربوط به اون بربرینگ هست رو به صورت نامحدود از این فروشنده بخرید. اولین بربرینگ بازی که استرینگ سلر بربرینگ هستش رو میتونید در منطقه کلیف رو ترمینوس بازی به دست بیارید و بعد از اینکه این بربرینگ رو به فروشنده یا توی میدن هاست در رنتبل هود بازی دادید، میتونید به تعداد نامحدود از آیتم استرینگ خریداری کنید. دومین بربرینگ بازی هرباریس بربرینگ هستش و این آیتم رو میتونید از طریق گریس پیلار پاس وی پونت بازی به دست بیارید و بعد از اینکه این آیتم رو به فروشنده تو این میدن هاز دادید، به صورت نامحدود میتونید آیتم راد فروت رو از این فروشنده بخرید. سومین بربرینگ بازی ماشوم سلر بربرینگ یک هستش و این آیتم رو هم میتونید از طریق گریس ایلاک ریور کیو بازی به دست بیارید و باید توجه داشته باشید که برای اینکه بتونید به این منطقه برسید، میتونید از ویدئوی آموزشی رسیدن به منطقه سلوریان کوست بازی که در کانال قرار دادم استفاده کنید و بعد از اینکه این آیتم رو به فروشنده تو این میدن هاست دادید، میتونید به صورت نامحدود آیتم های ماشوم و رد فلش ماشوم رو از این فروشنده خریداری کنید. چهارمین بربرینگ بازی ماشوم سلر بربرینگ دو هستش و این آیتم رو هم میتونید از طریق گریس ایلاک ریور داون استریم بازی به دست بیارید و بعد از اینکه این آیتم رو به فروشنده تو این میدن هاست دادید، میتونید به صورت نامحدود آیتم های تاکسیک ماشوم و وایت فلیت ماشوم رو از این فروشنده بخرید.
پنجمین بربرینگ بازی گریس مانگرز بربرینگ هستش و این آیتم رو هم میتونید از طریق گریس چرچ دیستریکت هایگارد بازی به دست بیارید و بعد از اینکه این آیتم رو به فروشنده تو این میدان هاست دارید میتونید به صورت نامحدود آیتم های لوترسین و ناترسین رو از این فروشنده بخرید. ششمین بربرینگ بازی مولد مانگرز بربرینگ هستش و این آیتم رو هم میتونید از طریق گریس واترینگ هول بازی به دست بیارید و باید توجه داشته باشید که آموزش کامل رسیدن به این منطقه رو به صورت جداگانه در کانال قرار دادم، لینکش رو هم میتونید از بخش توضیحات همین ویدیو به دست بیارید و بعد از اینکه این آیتم رو به فروشنده تو این میدن هاست بازی دادید میتونید به صورت نامحدود آیتم فلای مولد رو از این فروشنده بخرید. هفتمین بربرینگ بازی اسپل ماشین بربرینگ هستش و این آیتم رو هم میتونید از طریق گریس هوملند بازی به دست بیارید و باید توجه داشته باشید که آموزش کامل رسیدن منطقه هوملند رو به صورت جداگانه در کانال قرار دادم، لینکش رو هم میتونید از بخش توضیحات همین ویدیو به دست بیارید و بعد از اینکه این آیتم رو فروشنده تو این میدان هاست که بازی دادید میتونید به صورت نامحدود آیتم رابات رایز رو از این فروشنده بخرید. هشتمین بربرینگ بازی ایگانز بربرینگ هستش و این آیتم رو هم بعد از کامل کردن کوئست های شخصیت ایگان در بازی به دست میاد و باید توجه داشته باشید که آموزش کامل کردن تمام کوئست های شخصیت های بازی رو به صورت جداگانه در کانال قرار دادم، لینکش رو هم میتونید از بخش توضیحات همین ویدیو به دست بیارید و بعد از اینکه این آیتم رو به فروشنده تو این میدان هاست که بازی دادید میتونید به صورت نامحدود آیتم ایگانز هارپون رو از این فروشنده بخرید. نهمین بربرینگ بازی یمیرز بربرینگ هستش و این آیتم رو هم بعد از کامل کردن کوئست های شخصیت یمیر در بازی به دست میاد و باید توجه داشته باشید که آموزش کامل کردن تمام کوئست های شخصیت های بازی رو به صورت جداگانه در کانال قرار دادم، لینکش رو هم میتونید از بخش توضیحات همین ویدیو به دست بیارید. Look here.
دهمین بربرینگ بازی مورز بربرینگ هستش و این آیتم رو هم بعد از کامل کردن کوئست های شخصیت مور در بازی به دست میاد. و بعد از اینکه تمام بربرینگ های بازی رو گرفتید میتونید به منطقه رنتبل هولد بازی برید و این بربرینگ ها رو به فروشنده تو این میدن هاست که بازی برید و بعد از اون میتونید به صورت نامعدود آیتم هایی که به هر بربرینگ بازی مربوط میشن رو از این فروشنده بخرید. و در آخر امیدوارم ویدیو براتون مفید بوده باشه و اطلاعات کافی رو بهتون داده باشم. ویدیوی بعدی میبینمتون.